عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی مخاطبین عزیز فرادرس. نیلوفر حضرتی هستم، کارشناس ارشد مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و در خدمتتون هستم با درس خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی. عزیزان، قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، میخوام در مورد اهمیت رسانه در جامعه امروزی باهاتون صحبت کنم. همونطور که همگی میدونین، نفوذ و تاثیر رسانه‌ها در جامعه جهانی بسیار گسترده شده و رسانه‌ها باعث ایجاد کنجکاوی در مردم شدن. مردم میخوان به نوعی از کوچکترین اتفاقاتی که در اقصی نقاط دنیا میفته میخوان خبر داشته باشن. و خب رسانه‌ها این سازوکار لازم برای انجام این کار و همچنین تحمیل طرز تفکرشون را هم دارن. رسانه‌ها و مطبوعات تاثیر زیادی در فرهنگ ما ایجاد کردن. به نوعی حقیقت رو بازیابی میکنن و اون رو منتشر میکنن و همینطور سرعت بالایی در به دست آوردن اطلاعات دارن، هرچند که سرعت هر کدوم از رسانه ها با یکدیگه متفاوته و همینطور رسانه ها مهارت تفکر انتقادی و توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات رو بالا بردن. همونطور که میدونین الان دیگه هر کسی با هر سطحی از اطلاعاتی که باشه در هر سن و سالی میتونه به نوعی یک سری نظرها و استدلالهایی رو در مورد هر موضوعی داشته باشه. حالا چرا خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی؟ از اونجایی که مطبوعات و رسانه‌های فرانسوی زبان خیلی فراگیر شدن و تعداد خیلی زیادی از پایگاه‌های خبری هم به زبان فرانسه هستن، اینکه ما بتونیم اصطلاحات و عنوان‌های خبری رو خوب درک کنیم هم برای پیگیری شخصیمون از لحاظ اخبار خوبه و هم برای دانشجویان زبان فرانسه که میخوان در آینده در حوزه ترجمه اخبار و مقالات فعالیت داشته باشن بسیار مفیده. در این قسمت میخوایم تعریف از رسانه داشته باشیم، خود کلمه رسانه. پس در نتیجه تعریف کلمه رسانه در فارسی و لو مدیا در زبان فرانسه. همونطور که از واژه رسانه پیداست، معنی واژه رسانه به معنی رساندن هست. حال رساندن چی؟ رساندن حرف، پیام، دیدگاه های من و شما به افراد دیگه. این واژه گاهی به معنی مفرد و گاهی هم به معنی جمع به کار میره و معادلی هست برای واژه میدیم در زبان انگلیسی به معنی رسانه و میدیا به معنی رسانه ها. میخواییم تعریف لومدیا در زبان فرانسه رو بدونیم. Ce terme désigne tout moyen de distribution et de la diffusion, les documents ou les messages, et c'est un moyen de communication interpersonnelle. پس می‌بینیم که تفاوت آنچنانی بین تعریف رسانه از لحاظ زبان فارسی و زبان فرانسه وجود نداره. لو مدیا در زبان فرانسه به معنی هر راهی هست یا تمام راه‌هایی که برای انتقال و انتشار اطلاعات، اسناد و پیام‌ها و در ارتباطات بینافردی استفاده میشه. پس تفاوت آنچنانی وجود نداره. در اینجا می‌خوایم رسانه‌های رایج مورد استفاده در فرانسه و ایران رو بدونیم که قبل از اینکه بخوایم انواع رسانه رو بدونیم، باید بدونیم لو مدیا در زبان فرانسه به دو دسته تقسیم میشه. لمدیا تردیسیونل، رسانه های سنتی، و لمدیا مدرن، رسانه های مدرن. دونک لمدیا آن فرانس، لپرس به معنی مطبوعات هست که تردیسیونل و سنتی به حساب میاد، لا تلویزیون و سینما که باز تردیسیونل و سنتی هست، لا رادیو که جزء یکی از سنتی ترین مدیاها به حساب میاد، و در اینجا لفیشج رو داریم که جزء یک رسانه مدرن محسوب میشه. و به چه معناست؟ لفیشج به معنای هر پوستر، بیلبورد و همه چیزهای تبلیغاتی که به شکل بیلبورد در ملأ عام قرار میگیره، در دید همه قرار میگیره، جزء دسته لفیشج حساب میشه. و در نهایت لانترنس رو داریم که ستوتالمان مدرن، کاملا یک رسانه مدرن به حساب میاد. حالا رسانه های رایج ایران، لمدیا آنیغان، مطبوعات، روزنامه و مجلات، رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت. و میبینید که مشترکات زیادی هم بین رسانه های رایج ایران و فرانسه وجود داشت.
حالا میخواییم به ویژگی ها و مؤلفه های رسانه ها با هم بپردازیم. ویژگی های رسانه های فرانسوی و ویژگی های رسانه های ایرانی. قبل از اینکه وارد ویژگی ها بشم، میخوام تعریف لپوبلیکاسیون و لپخس رو بهتون بگم. لپوبلیکاسیون سوادق کوه سوکیه پوبلیه، هر چیزی که منتشر بشه، هر چیزی که چاپ بشه. اسپو اتر کلاس سلون پلوزیور کریتر و میتونه بر اساس یک سری معیارها دستبندی میشه که معیارها رو در اسلاید بعدی با هم میبینیم. و حالا تعریف لپخس. لپخس اتن موین دو کومونیکاسیون دو ترانسمیسیون دو لنفرماسیون. پس پخس یک راه ارتباطی و انتقال اطلاعات هست. پس ما به نوعی میتونیم بگیم که لپوبلیکاسیون زیر مجموعه ای هست برای لپخس. لپخس به دو دسته تقسیم میشه. لپخس اکریت، کمل ژورنال مگزین، مطبوعات نوشتاری مثل روزنامه ها و مجلات، و لپخس اودیو ویزوال، مطبوعات دیداری شنیداری میتونیم ترجمهش کنیم مثل لا تلویزیون، لا رادیو، لا اینترنت. اگر یادتون باشه برای لپوبلیکاسیون گفتم یک سری معیارها داریم. دون کسه ل کاراکتریستیک د مدیا فرانسه. لا پریودیسیته سوادیخ کوا لوگیتم دو پریسیون. لا پریودیسیته به معنای ریتم انتشار هست. ریتم و آهنگ پدیدار شدن یک سری از مطبوعات. لکوتیدیان سوادیخ کوا لکوتیدیان پریس تو لژور لو ماتن او دان لبخه میدی. کوتیدیان همون روزنامه ها رو میتونیم دسته‌بندی کنیم که تقریبا هر روز منتشر میشه، حالا میتونه در صبح منتشر بشه یا بعد از ظهر. لزبدومادر سوادیخ کوا لزبدومادر پرس اون فوا پرسومه، یک بار در هفته منتشر میشه. لمونسوئل پرس اون فوا پر ما، یک بار در ماه منتشر میشه. لبی منسوئل پرس دو فوا پر ما، دو بار در ماه منتشر میشه. لبی مستخیل پرس طول دو ماه، هر دو ماه یک بار منتشر میشه. و در نهایت لتخی مستخیل کی پرس طول تخوا ماه، هر سه ماه منتشر میشه. معیار بعدی برای دستبندی مطبوعات لو تیپ دو پوبلیکاسیون هست. مدل و شکلی که ما یک پوبلیکاسیون رو میبینیم هست. به دو دسته لو ژورنال و لو مگزین دستبندی میشه. حالا تفاوت ژورنال و مگزین چی هست؟ خودتونم قطعا میدونین. ژورنال در سایز بزرگتر چاپ میشه و خب یه مقداری از لحاظ کیفیت کاغذ پایین تره و عکسای کمتری داره. لو مگزین اولین که مدت انتشارش، تایمی که منتشر میشه، خب از ژورنال یه مقداری دیرتره که میتونه همونطور که گفتیم ماهانه، هفته نامه و دوبار در ماه و به این شکل باشه. و اینها معمولا به صورت رنگی چاپ میشن، کیفیت کاغذاشون خیلی بهتره و خب عکس دارن و عکس ها هم گویای متنی هست یا عنوانی هست که داره دربارش صحبت میشه. ویژگی بعدی رسانه های فرانسوی لو لکتورا هست. لو لکتورا سوادیخ کوا لکتورا به معنای مخاطبین هر رسانه است. و بر اساس اینکه مخاطب هر رسانه چه دسته از افراد هستند، به سه دسته لپخس ژنرالیست، لپخس اسپسیالیزه و لپخس پروفسیونل تقسیم میشه. لپخس ژنرالیست به معنای حالا هر مطبوعات عمومی هست که مخاطب این مطبوعات عام هستند و خب یک سری اطلاعات رو صرفا منتقل میکنن. لپخس اسپسیالیزه بر اساس سن و علایق دسته‌بندی میشه. و مثلا ما میتونیم بگیم که مجله نوجوانان یا مثلا مجله ورزشی یا مجله سینما. لبخس پروفسیونل یک سری مطالب به شدت تخصصی داره و واقعا مخاطبش یک سری متخصصان در یک سری از حوزه ها هستن
مثلا مجله یا مطبوعات پزشکی، مجله یا مطبوعات مدیریتی که خب طبیعتاً مخاطبشون واقعاً حرفه‌ای و باید خاص باشن. آخرین ویژگی لدیفوزیون هست. لدیفوزیون یعنی در از تیراژی هست که هر کدوم از این روزنامه‌ها یا مگزین‌ها منتشر میشن. پس میتونیم به نوعی بگیم همون تیراژی که ما در فارسی استفاده میکنیم و در اصل البته این کلمه فرانسه است. لنامر دنوم غوان پریمه سپل لتیراژ. میتونیم بگیم که شمارگانی که در هر مطبوعاتی چاپ میشه بهش میگیم تیراژ. بر حسب این شمارگان و بر حسب مناطقی که پخش میشن ما به 4 دسته لدیفوزیون رو تقسیم میکنیم. لوکال به معنی انتشار محلی هستش که مثلا شامل یک سری از مجلات و روزنامه های ارگانی هست، مثلا روزنامه شهرداری یا مثلا روزنامه های سری بانک ها، اطلاعات سری بانک ها. رژیونال به صورت منطقه‌ای هست و در سطح منطقه پخش میشه. ناسیونال در سطح ملی پخش میشه. اواغ انترناسیونال. گزینه آخر بین‌المللی هست و اینها میان در سطح بین‌المللی انتشار پیدا میکنن. حالا میرسیم به ویژگی رسانه‌های ایرانی. لک کاراکتریستیک د مدیا ایرانیان. همونطور که گفتم رسانه ها به مطبوعات، تلویزیون، اینترنت، سینما و رادیو تقسیم میشن. بعض از رسانه ها اطلاعات رویدادهای مختلف رو در آن واحد منعکس میکنن ولی به شکل متفاوت. بعضی از همین رسانه ها سرعتشون بالاتره، بعضیشون خیلی کندن، بعضیشون تاثیر عمیق و بلند مدتی روی مخاطبشون دارن، بعضیشون خوب نه. یه تأثیر سطحی و روزود گذر رو دارن. بعضی از رسانه ها میان به صورت تخصصی و خیلی جزئی یک موضوعی رو بررسی میکنن. بعضی هاشون نه، خیلی عمومی و خیلی زود گذر ازش میگذرن. رسانه ها همینطور از نظر تأثیری بر عواطف، احساسات، طرز تفکر افراد دارن هم باز با هم متفاوتن. بعضی از رسانه ها رو میتونیم بگیم موثرتر از بقیه رسانه ها هستن و در نتیجه میتونیم در کار تبلیغاتی ازشون استفاده کنیم و بعضی رسانه ها هم نه، از نظر تأثیری که بر مخاطب دارن میتونیم برای کار آموزش ازش استفاده کنیم. بعضی از رسانه ها مثل فیلم سینمایی و مثلا تلویزیون وسیله خوبی هستن برای سرگرمی. در نتیجه با توجه به حرفایی که داشتیم الان میتونیم ویژگی رسانه های ایرانی رو به چند مورد تقسیم کنیم. مورد اول سرعت هست. سرعت یکی از خصوصیت‌های خیلی مهمه رسانه های ارتباطی، چرا که بعضی وقتا مهمه که یک خبر به سرعت منتشر بشه. بعضیشون خب خیلی سریع عمل میکنن و زودتر اخبار و حوادث رو در دسترس مردم قرار میدن. و خب این موضوع برای بعضی از مخاطبین هم خب خیلی مهمه. رادیو سریع‌ترین رسانه خبریه و بعدش تلویزیون قرار میگیره. بعد از تلویزیون و رادیو روزنامه، مجله، فیلم و بعد از اون هم کتاب هست که خب سرعتشون خیلی پایینه. ویژگی بعدی عمق یک رسانه است. عمق یک رسانه از نظر تأثیری که بر مخاطب خودش داره با سرعت رابطه معکوس داره. از نظر تأثیر عمیق و بلند مدت کتاب و فیلم اگر به طور مناسبی تهیه بشن و خیلی عمیق‌ترن و تأثیر بیشتری دارن و بعد از فیلم میتونیم بگیم که مجله عمیق‌ترین تأثیر رو بر مخاطبش داره. ویژگی سوم وسعته. وسعت یک رسانه یعنی چی؟ یعنی میزان اطلاعات و گستردگی اطلاعاتی که در مورد یک موضوع خاص ارائه میده. مثلا میتونیم بگیم که کتاب و مجله و روزنامه به صورت خیلی وسیع‌تر یک موضوع رو مورد بررسی قرار میدن، در حالی که مثلا رادیو این ویژگی رو نداره. رادیو یک موضوع رو به صورت تیتروار و یا به صورت اخبارگونه میگه و رد میشه. ویژگی چهارم رسانه‌های ایرانی دسترسی هست. رادیو به طور تقریبی میتونیم بگیم که در دسترس ترین رسانه هست و همگانی تره، ارزون تره، گیرنده های رادیویی برد نسبتا طولانی دارن و خب در نتیجه در دسترس ترین به حساب میاد. از لحاظ دسترسی روزنامه و کتاب و مجله به علت های مختلف، مثلا مثل اینکه یک جامعه بی‌سواد زیاد داره
یا حتی اینکه هزینه حمل و نقل مجله و روزنامه و کتاب خب بیشتر از بقیه رسانه هاست، در نتیجه از دسترسی کمتری برخوردارن. ویژگی بعدی تداومه. کتاب اثر دائمی تری نسبت به بقیه رسانه ها داره. چرا که ما میتونیم کتاب برای مدت طولانی آرشیوش کنیم و هر وقت که لازم داشتیم ازش استفاده کنیم. بعد از کتاب مجله و روزنامه همین خاصیت رو دارن و خاصیت آرشیوی دارن، میشه بهشون مراجعه کرد. در صورتی که مثلا این ویژگی آرشیو کردن و نگهداری در برنامه رادیویی وجود نداره. خیلی کم پیش میاد که یک مخاطب یک برنامه رادیویی رو ضبط کنه و آرشیو کنه برای خودش. ویژگی بعدی که ما داریم محلی بودنه. روزنامه محلی ترین رسانه در نظر گرفته میشه. ممکنه مردم یک شهر یا یک روستا روزنامه محلی خودشون رو داشته باشن. و خیلی از کشورهای جهان روزنامه محلی وجود نداره. ولی کشور مثل هند روزنامه محلی داره و در سراسر کشور هم وجود داره. بعد از روزنامه رادیو تلویزیون محلی ترینن. و همونطور که میدونین خب مثل خود ما رادیوی هر استان و شهر رو داریم و یا تلویزیون هر استان و شهر رو داریم و خب رادیو هم حتی باز ارزون تره. مجله و فیلم و کتاب خصوصیت محلی بودن رو ندارن و همیشه میشه گفت که برای ارائه توزیع درصد وسیع تر تهیه میشن. ویژگی بعدی درگیری حواسه. همه رسانه های چاپی مثل کتاب و روزنامه و مجله فقط حس بینایی مخاطبشون رو درگیر میکنه. رادیو حس شنوایی رو درگیر میکنه. فیلم سینمایی و تلویزیون و حتی میتونیم تا حدودی بگیم اینترنت هم حواس بینایی و شنوایی رو با هم درگیر میکنه. تلویزیون و فیلم به دلیل اینکه حاوی تصاویر و حرکت و رنگ و موسیقی و گفتار و اینجور ویژگی ها هستن مخاطب رو به شدت وارد فعالیت ارتباطی میکنن. آخرین ویژگی رسانه های ایرانی میتونیم اعتبار رو بگیم. به طور سنتی کتاب معتبرترین رسانه است، اما جدیداً امروزه اعتبار یک رسانه تا حد خیلی زیادی به فردی بستگی داره که اون رو داره مدیریت میکنه. فصل دوم آشنایی با ویژگی ها و ارکان زبان رسانه ای هست. دو تا موضوع رو بررسی میکنیم. اول تعریف زبان رسانه ای و دوم ویژگی های زبان رسانه ای. اطلاعات همیشه نتیجه ترکیب شدن زبان و نشانه های نوشتاری، آوایی، صوتی، گرافیکی و حرکتی و تصویری در یک فضا و زمان مشخص هستند که این زبان مختلف و زبان رسانه‌ای تشکیل میده. در از زبان های رسانه‌ای فن بیان هستند که از کدها و قراردادهای مختلف پیروی میکنند. البته این روزها زبان ها در قالب های مختلف با فناوری های بروز مرتبط شدن و با هم ادغام شدن. زبان های رسانه‌ای رو ما امروزه در روزنامه ها، مجلات و سینما و رادیو و تلویزیون میبینیم. ماهیت زبان رسانه‌ای به این شکل هست که در این حال که با عناصر قدیمی سازگار هست، با عناصر جدید تلفیق میشه و با فناوری های بروز جلو میره. ویژگی های زبان رسانه‌ای رو میتونیم اینطوری بگیم که زبان رسانه‌ای یک مفهوم دقیق علمی نیست و به نوعی میتونیم بگیم که توصیفی و تقریبا عملی هستش. زبان رسانه‌ای رو ما میتونیم از طریق رسانه‌ای که درش استفاده شده شناسایی کنیم. مثلا در روزنامه نگاری ما زبان نوشتاری و گرافیکی رو داریم. همینطور زبان رسانه‌ای به عناصر دقیق و قابل اطمینان قابل ارجاع هستند. عناصر دقیق چیا هستند؟ کلمات و قوانین دستوری مربوط به همون زبان. ویژگی بعدی زبان رسانه‌ای اینه که متنوع و چند وجهی هست. زبان رسانه‌ای محتوای متنوع تاریخی داره. زبان‌های رسانه‌ای به این شکل هستند که در این حال که با عناصر قدیمی سازگار هستند، با عناصر قدیمی تلفیق پیدا می‌کنند و مطابق با امکانات و فناوری‌های جدید توسعه پیدا می‌کنند. به دو دسته می‌تونیم عناوینی که قابل استفاده در روزنامه و مطبوعات است رو تقسیم کنیم.
عناوین اصلی و عناوین فرعی. عنوان اصلی یا تیتر ماندگارترین بخش خبر و در واقع روح خبره و با تعداد کلمات محدود پیام مرتبط با خبر رو به مخاطبش منتقل میکنه. خلاصه خبر رو میگه. یک تیتر خوب میتونه ترغیب کننده مخاطب باشه برای اینکه مخاطب خبر رو بخونه یا نه از خیرش بگذره. و همونطور هم که گفتم هویت یک خبر هست و هدایتگر خواننده به سوی خبر میتونه باشه. برای همین هست که بعضی از مطبوعات و روزنامه ها یک شورای دارن به اسم شورای تیتر که از خبره ترین روزنامه نگارا توش استفاده میکنن که بتونن تیترهای مؤثر داشته باشن. از دیگر ویژگی هایی که ما میتونیم برای تیتر لوتیتخ بگیم اینه که تیتر باید بدون سوال و بدون فعل منفی باشه. باید روشن و بدون ابهام باشه و خواننده با خوندنش بلافاصله متوجه خبر بشه. در نوشتن تیتر باید از واژه‌های آشنا و رسا استفاده کرد و نباید درش از کلمات تکراری و شکسته استفاده کرد. نباید تیتر با حرف اضافه شروع بشه چون که کلمه اول تیتر برای جذب خواننده خیلی مهمه. بهتره که در تیتر ما نقل قول غیر مستقیم داشته باشیم. در نهایت تصویر فوری هم از مضمون به خواننده بده. عناوین فرعی رو به 4 دسته میتونیم تقسیم کنیم. رو تیتر، لو سور تیتر، زیر تیتر، لو سو تیتر، خلاصه تیتر یا سر تیتر، لو شاپو، میان تیتر، لانتر تیتر. حالا ویژگی های این 4 عنوان فرعی رو میخواییم با هم بررسی کنیم. رو تیتر، لو سور تیتر، قبل یا بعد از تیتر اصلی میاد یا خودش میتونه به صورت مستقل بیاد. روتیت باید به شکلی باشه که با برداشتنش لطمه‌ای به تیتر اصلی وارد نشه و معمولاً روتیتر فعل نداره. زیر تیتر یا لو سو تیتر همونطور که از اسمش پیداست زیر تیتر اصلی میاد و وقتی که خبر ابعاد مهمی داره ما این تیتر رو استفاده میکنیم و در نتیجه تیتر اصلی یه قسمت از خبر رو میگه، زیر تیتر یه قسمت دیگه ای از خبر رو بیان میکنه. دوباره زیر تیتر هم میتونه مکمل تیتر اصلی یا رو تیتر باشه و یا حتی میتونه مستقل بیاد. خلاصه تیتر یا سر تیتر یا همون لو شاپو وقت استفاده میشه که تیتر اصلی، رو تیتر و زیر تیتر برای بیان ابعاد مختلف خبر کافی نباشه. خلاصه تیتر به طور معمول برای ایجاد تنوع در صفحه آرایی با حروفی بزرگتر از متن و کوچکتر از تیتر اصلی در اواسط خبر یا مقاله میاد. میان تیتر یا لنتق تیتر معمولاً چند کلمه یا عبارت کوتاهه که در بین خبرهای طولانی یا خبرهای تلفیقی برای تفکیک مطالب مختلفش میاد. استفاده از میان تیتر تو خبرهای تلفیقی یا خبرهای بلند نه تنها لازم بلکه ضروریه، چرا که باعث سهولت خوانش برای خواننده میشه. اندازه حروف میان تیتر از اندازه حروف متن خبر درشت‌تره. توجه داشته باشیم که نکته کلی در استفاده از عناوین فرعی اینه که استفادهشون بستگی به اهمیت و اندازه خبر داره. در ادامه آشنایی با ویژگی ها و ارکان زبان رسانه‌ای، سبک ها و واژگان تخصصی مختلف در متون رسانه‌ای می‌رسیم. برای شروع واژگان سبک و نوع متون رسانه‌ای رو بررسی می‌کنیم و با لفاق شروع می‌کنیم. لفاق به معنی سبک است یا همون شکل مقاله ها و عنوان هایی که وجود داره. لک خوش. پرومیر فراز، پرومیر مو، کون سو پور. لک خوشه لاتانسیون دو لکتور. اولین عبارت و اولین کلمه هایی هست که برای جلب توجه و جلب نظر خواننده استفاده میشه و میاریم بهش میگیم لک خوش. لانگل فسون دبغده ان سوژه. لانگل همونطور که میدونین در زبان فرانسه به معنی زاویه است. پس منظور زاویه دیده هست
که به یک موضوع پرداخته میشه یا یک موضوع باز میشه و تشریح میشه. لختیکل، تکست غدیجه، پروغ پروسیون. همونطور که از اسمش پیداست، متنی هست که نوشته میشه برای اینکه منتشر بشه، به معنی مقال است. لکار، تکست دنختیکل، انسامل دپج انتریار، گروسور دن کرکتر. ما لکار یا پیکره را اگر به اسم پیکره ترجمهش کنیم، متن اختیکل، متن اون مقاله مونه یا مجموع صفحات داخلی یک روزنامه و مجله است یا یک تیتر بزرگ یا یک کاراکتر، یه نشانه بزرگی هست که یک قسمتی از روزنامه حالا صفحه اول یا روی جلد مجله زده میشه که به اون میگن لوکور. لا شوت کنکلوزیون دو لختیکل، نتیجه گیری مقاله است و به دو شکل داریم این رو، به شکل فراز فینال ا دغنیر مو، به شکل آخرین عبارت یعنی عبارت آخر، و به شکل کلمات آخر معمولا میاد. حالا میرسیم به لو ژانر، نوع متون رسانه‌ای. بیه پوتی اختیکل دو مار. بیه به یک مقاله کوچیک گفته میشه که حالا توی فارسی بهش میگیم دلنوشته، دلنوشته سردبیر. البته خب بعضیا به یه اسم دیگه‌ای تو روزنامه یا مجله‌شون استفاده میکنن، ولی خب به هر صورت منظور مقاله کوچیکی هست که حالا زیادم طولانی نیست، یه جوره دلنوشته است، یه جوره از دل برمیاد اون متن. بغف انفورماسیون تری کنسیز سان تیتر، اطلاعات بسیار مختصر و مفید هست، اما توی میبینین بدون تیتره. بولتان کومنتر نو سینیه اکسپریمون لا پوزیسیون دو ژورنال، تفسیری هست که نوشته میشه و امضا هم نداره و موضع روزنامه یا مجله رو حالا از لحاظ سیاسی یا اجتماعی مشخص میکنه. نوع دیگه‌ای که داریم در متون رسانه‌ای شیان اکخزه هست، روبریک دف دیور. اول که بگم روبریک به معنای اون صفحاتی هست که حالا به یک موضوع خاص اختصاص میدن، مثلا ورزشی، سیاسی، حوادث، فرهنگی، به اون صفحه‌هایی که به هر کدوم از عنوانا اختصاص میدن میگن روبریک. حالا شیان اکخزه به صفحاتی گفته میشه که به فدیور، حوادث مختلف پرداخته میشه که حالا توی فارسی بیشتر بهش میگیم حوادث. کرونیک اختیکل دوتا دو ستیل اوریژینال اپروسیون رگولیر، به اصطلاح مقاله نویسنده است که حالا یک استیل و یک روش خاص خودش رو داره و به صورت قاعده مند این کرونیک منتشر میشه، یعنی یک نظمی توی انتشار کرونیک وجود داره. کورسپوندانس اختیکل ترانسمی پر ان کورسپوندان دو پرس، کورسپوندانس به مقاله گفته میشه که توسط مدیر مسئول یک مطبوعاتی نوشته میشه. قسمت بعدی ما یعنی در اصل یک نوع دیگه از عنوانهایی که داریم دپش هست، انفورماسیون دیفوزه پر ان اژانس، به معنی یالا اون خبری هست که توسط یک آژانس یا خبرگزاری دیگه منتشر شده. اکو پوتیت نوول موندن، به حالا یک خبر کوچیک در مورد جهان میگن اکو. ادیتو یا ادیتوریال کومنتر سینیه دو دیرکتور دو ردکتور آن شف دو جورنال در جورنالیست دو لردکسیون و پرفا دون پرسونالیته مدیاتیک. ادیتو یا ادیتوریال به مقاله گفته میشه که توسط مدیر نوشته میشه، همیشه امضا دارن، یا توسط به اصطلاح سردبیر روزنامه نوشته میشه، یا توسط یک روزنامه نگار عضو هیئت تحریریه نوشته میشه، یا توسط یک شخص رسانه‌ای نوشته میشه. یعنی در هر صورت اون آدمی که این رو مینویسه دستی به نوشتن و نگارش داره. قسمت بعدی آنکت هست. حالا همه ای کسایی که زبان فرانسه رو خوندن و میدونن که آنکت به معنی تحقیق هست.
این متنی که به شکل آنکت میاد، یه سری تحقیقات هست، یه سری آنالیزهایی هست از اطلاعات، تحلیل هست در از یک مقاله تحلیلی هست و حالا به فرانسه میشه اکسپوزه، انالیز، دکریپتاژ دانفورماسیون. آنتروفیله کور پاراگراف انسره دون لوکور. یک پاراگراف کوتاهی هست که وسط پاراگراف اصلی میاد، وسط پیکره اصلی میاد. وقتی این استفاده میشه یا وقتی این پاراگراف میاد که حالا اون متن خیلی طولانی باشه. انترویو کنت راندو دن انتروتین سو فرم کستیون ای رپونس. انترویو همون مصاحبه هست که ما تو فارسی بهش میگیم مصاحبه و خب به شکل پرسش و پاسخ هم ما معمولا مصاحبه ها رو دیدیم. در ادامه لو ژانر مقانیه رو داریم. مقانیه تختمان سیکلیک در مم سوژه هست. مقانیه یعنی حالا مقاله‌ای که به صورت دوره‌ای و با یک موضوع خاص دائما حالا تکرار میشه که به این مقاله ها مقانیه میگن. رپورتاج رسی تمونیاج دو شوز و انتندو سور لو تران. رپورتاج یا به انگلیسی حالا ریپورت گفته میشه، در اصل گزارش هست. گزارشی هست که کتباً داده میشه یا خب به صورت ضبط شده ما میبینیمش که حالا از چیزهای دیده شده و شنیده شده هست که حالا در مورد اون موضوع خاص اتفاق افتاده، در یک محل خاصی اتفاق افتاده و خب میتونیم بگیم یه جوره قبختش مستنده، از این نظر که خب بالاخره یک شاهدی اونجا وجود داشته که یا دیده اون موضوع رو یا اون اتفاق رو یا شنیده. پوبل قبختش Ce sont les publicités présentées sur forme de reportage. پوبل رپورتاج اون مدل از تبلیغات هستش که به شکل ریپورت نمایش داده میشه و به اونا میگن پوبل رپورتاج و در اصل خب تبلیغ هم هستش. حالا در ادامه یه واژگان سبک و نوع متون رسانه‌ای میرسیم به لب پرودکسیون، یعنی دیگه حالا اون اصطلاحاتی که ما برای قسمت دیگه تولید و انتشار و چاپ استفاده میکنیم. کمپله، کمپله تیپو یعنی چی؟ انسامبل ده پج مونته، مجموع صفحاتی هست که به اصطلاح بالا میره. حالا بالا میره یعنی چی؟ یعنی این که به چاپ میرسه. ده اش درنیر آر درنیر پج دو جورنال، آخرین صفحه یک روزنامه رو بهش میگن ده اش، دغنیر آر. به اته، بون اتیغه، اولتیم ولیدسیون ده پج اوان امپرسیون. حالا همونطور که از اسمش پیداست، بون اتیغه یعنی دیگه الان دیگه خوبه واسه این که به چاپ برسه، واسه این که به اصطلاح تیراژ ازش داشته باشیم. اولتیم ولیدسیون ده پج اوان امپرسیون، تاییدیه نهایی صفحات قبل از این که به چاپ برسن بهش میگن بعته. شومن دو فر پلان دانسامبل دون پوبلیکاسیون اندیکان پج پر پج لامپلاسمان ده زختیکل ات پوبلیسیته. شومن دو فیق که حالا از لحاظ کلن معنایی اگر که جورنال و روزنامه اینا رو بذاریم کنار، شومن دو فیق حالا به معنی راه آهنه، درسته؟ شومن دو فیق وقتی که برای پوبلیکاسیون برای پرس استفاده بشه، برای مطبوعات استفاده بشه، منظور پلانی هست اون پوبلیکاسیون رو معرفی میکنه و چیو نشون میده تو شومن دو فیق، صفحه به صفحه و جایگیریه مقالات و حالا اگر تبلیغاتی باشه رو شومن دو فرق نشون میده. کالیبراژ استیماسیون دو لا لونگور دان تکست. کالیبراژ تخمینی هست که از طول یک متن زده میشه. بوکلاژ میزان فرم دفینیتیو دون پاژ اوان لو بعته. خب بوکلاژ یعنی چی؟ بوکلاژ یعنی آخرین فرم شکلی که به یک صفحه میدن قبل از اینکه باز به اون تایید نهایی برسه. بعته چی بود؟ تایید نهایی بود قبل از به چاپ رسیدن. حالا بوکلاژ هنوز قبل از اونه،
یعنی یه صفحه بندی دیگه اتفاق میفته، صفحه بندی اتفاق میفته، به نتیجه میرسن که حالا اینو اینجا قرار بدن، فلان مقاله رو یه جای دیگه قرار بدن، به این میگن بوکلج، صفحه بندی میکنن. باز این که اتفاق میفته قبل از بعته، قبل از بن عتیقه اتفاق میفته. در ادامه لپرودکسیون داریم منو. منو لیست ده زختیکل پروپوزه او غوتونو او لیست پج اغالیزه. منو لیستی هست از مقالاتی که حالا پیشنهاد داده شده، ارائه شده، حالا یا انتخاب شده، یا لیستی از صفحاتی که خب قراره چاپ بشن. منو اون لیست است. مونتاژ اسامبلاژ ده تکست ده فوتو دون زون پج. مونتاژ یا حالا تو فارسی خودمون بهش میگه مونتاژ، مجموعی هست از مطالب و عکس هایی که در یک صفحه قرار بگیره. اپخوب سپاغ پپیه دنختیکل کمپوزه. خب حالا مثلا من یک مقاله نوشتم، مقاله من شامل چند قسمته، مقاله من توی یک صفحه که حالا بهش اختصاص داده شده جا نمیشه،